ضعف الفراغ کلمتا مناسبتا ثم ترجمها. گفته شده که در جای خالی کلمه مناسب رو قرار بده، ثم ترجمها، سپس ترجمهش کن. یکی یکی با هم دیگه جلو بریم، سریع بررسی بکنیم. این تمرین رو خیلی ما دوست داریم دیگه، به خاطر اینکه نمونهش رو توی همه درس‌ها اکثرا داشتیم و اصلا برامون فوق‌العاده ساده شده دیگه این تمرین. کلمه اول اعتصمو، ظاهر شبیه ماضی و امر کدومشه یاد گرفتیم؟ وقتی که به این شکل بود نگاه میکنیم حرکتش ای هستش، حرکت یکی مونده با آخرش ناکن، چون کسره داره پس فعل امره، داره دستور میده. اعتصمو بذاریمش رو قسمت فعل امر. عالی. اعتصمو یعنی چی؟ چنگ بزنید، داریم دستور میدیم به تعداد زیاد. واو و نون بوده، جمع مذکر، نون افتاده مجزوم شده، چنگ بزنید. بعدیش احتفاظ، احتفظ، یحتفظ و احتفظ، احتفاظ، پس مستره، بذاریمش روی مستر. احتفاظ به معنی محافظت کردن، چون مستره دن و تن آخرش باید باشه دیگه. تعارف توم، شناساشو نگاه کن، توم پس ماضیه، دوم شخص جمع مذکر هم هستش، بذاریمش توی ماضی. تعارف یعنی با هم آشنا شدن، شدن، بعد حالا توم دوم شخصه، با هم آشنا شدید یا همدیگر رو شناختید، با هم آشنا شدید، درسته. لا تکمل، لا اومده آخرش مجزوم شده، پس نهیه، سر جاش قرار بگیره. ترجمهش، باید دستور بدیم انجام ندادن کار، پس تکمیل نکن، تکمیل نکن. لا اومده اینجا آخرش مجزوم نشده، فعلمون مضارع منفیه، پس سر جای خودش قرار بگیره. حالا که ما خواهیم ترجمهش بکنیم، باید توجه بکنیم که مضارع منفی ترجمه بشه. یاد نمی گیرد به صورت مضارع منفی ترجمه کردیم. جدول این صفحمون کامل شد، ادامهش رو نگاه بکنیم. اکراه، اکراه به معنی اجبار کردن، از روی ترجمهش میفهمیم که مصدره، سر جای خودش قرار بگیره، معنیش هم اجبار کردن هستش. خیلی ساده بود، چون اکراه خیلی زیاد شنیدیم توی آیه شریف لا اکراه فی الدین، به خاطر همین برامون خیلی آشنا بود، خیلی سریع گفتیم. لا نشرک و لا اومده آخرش مجزوم نشده، مضارع منفیه، سر جای خودش قرار بگیره. یعنی شریک قرار نمیدهیم، چون مضارع منفی باید ترجمه بکنیم. این نوع اولش نشان دهنده اول شخص جمعه، یعنی ما شریک قرار نمیدهیم یا شرک نمیورزیم، شریک قرار نمیدهیم، شرک نمیورزیم، درست. انتفعنا، دقت بکنید به این آخرش که نامده، همیشه باید یه چند لحظه ای تأمل کنم. انتفع نمیتونه فعلی باشه به تنهایی، پس معلومه این شناسه برای خودشه. انتفعنا میشه اول شخص جمع، اول شخص جمع، پس ماضی فعلمون در جای خودش قرار میگیره. سود بردیم، به صورت ماضی ترجمه کردم و اول شخص جمع، سود بردیم. بعدیش لا تخرجی، لا اومده آخرش مجزوم شده، تخرجی نبوده، نون آخرش افتاده، پس باید بره تو قسمت نهیه. دستور بدیم به انجام ندادن کار، بیرون نیاور.
و انزلو انزل انزلو هم شبیه ستون اول هست هم ستون سوم، شبیه هم به هم دیگه، ماضی و امر. روشمون برای پیدا کردنش چی بود؟ حرکت ا داره، انزلو، پس امر داره دستور میده، سر جای خودش قرار میگیره، دستور بدید، نازل کنید. آخرش با ونون بوده ها، پس جمع مذکره، به خاطر همین گفتیم نازل کنید، جمع بستیم.